آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. وزارت خزانهداری آمریکا می‌گوید عملکرد ایران نشان می‌دهد رژیم ایران به توسعه برنامه موشکی خود بیشتر اهمیت می‌دهد تا رفاه مردمش. گیتاریان گزارش می‌دهد. تحریم های جدید در ارتباط با توسعه توان موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی ایران است. وزارت خارجه آمریکا میگوید این اقدام دور از انتظار نبود. زمانی که رئیس جمهوری سیاست خود را نسبت به ایران اعلام کرد گفت که می تواند مقامات مختلفی را تحریم کنند مقاماتی که حقوق بشر را نقض می کنند مقاماتی که در انتقال سلاح و موشک تولید موشک بالستیکی و دیگر تجهیزات دست دارند ستیو منوشن وزیر خزانداری آمریکا در اعلام تحریم ها گفته است رژیم ایران برنامه موشک های بالستیکی خود را به رفاه اقتصادی ایران ایرانیان ترجیح می دهد و در حالی که مردم ایران رنج می برند، دولت آنها و سپاه پاسداران پول در اختیار شپ نظامیان خارجی، گروه های تروریستی و ناقضین حقوق بشر می گذارد. شرکت های تحریم شده همه زیر مجموعه گروه صنعتی شهید باغری هستند، گروه صنعتی شهید باغری خود تحت تحریم های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا است. وزیر خزانه داری گفته است ما در برملا کردن سوء مدیریت اقتصادی رژیم و تخصیص منابع مالی قابل توجه متعلق به مردم ایران است اما برای سیستم های تهدیدآمیز موشکی هزینه می شود تعمل نخواهیم کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا تصویب این تحریم ها پیش از تحولات جاری در ایران در جریان بود و ارتباطی با تظاهرات مردمی یک هفته گذشته برای رفاه اقتصادی ندارد. اما وزیر خزانه داری خاطر نشان کرده ایالات متحده به مقابله با فعالیت های زیان رژیم ایران به طور قاطعانه ادامه می دهد و این شامل تحریم های بیشتر علیه ناقضین حقوق بشر هم می شود. The, you know, ما با چشمانی باز به رابطه خود با ایران و آن کشور نگاه می کنیم. تا حدود ده روز دیگر پرزیدنت ترامپ باید تصمیم بگیرد آیا تحریم های تعلیق شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تحت توافق هسته ای را تمدید کند یا خیر که تمدید نکردن آن به معنای اعمال دوباره تحریم هاست و این زمینه را برای فروپاشی توافق بین المللی فراهم می کند. رئیس جمهوری آمریکا سه ماه پیش پایبندی ایران به توافق را تایید نکرد و گفت ایران روح توافق را با ادامه فعالیت های موشکی و حمایت از تروریزم نقض کرده است. گیتاریان صدای آمریکا